در تعریف موتیو گفتن که موقعیت، واقعه، عقیده، تصویر، شخصیت نوعی، ویژگی های بارز یک شخصیت، مضمون های مکرر، واژگان مکرر، اشیا، ردپاها و همه اینها میتونه در حیطه کار موتیو قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی همه اینها یک واقعه مثل چی؟ مثلا جنگ جهانی دوم در سلاخانه شماره 5، یک موقعیت ویژوال در یک جایی، یک عقیده مثل چی؟ تکراری که مثلا در همه اثر داره مرتب میگه که آری این چنین است رسم زندگی. خب یک تصویر خاص مثل چی؟ تصویری که مثلا در بوفه کور ما داریم، یعنی پیرمرد، زن اسیری، سرو، رود، گل نیلوفر که مرتب تکرار میشه، یا این مضامین مکرر. اینها موضوع چی هم؟ موتیف قرار میگیرن. یعنی چی؟ یعنی که اینها باید به طور مکرر در اثر تکرار بشن تا ویژگی موتیوری رو پیدا کنن. من در اینجا بحثی که یادداشت کردم خیلی سعی کردم خلاصه برگزار کنم برای اینکه بتونه مفید باشه. با اینها ارتباط داره موتیف. در اون مایه ارتباط موتیف با لایت موتیف، یعنی بحثی که در موسیقی در واقع مطرح شده اولین بار، که اینو در مقالهایی که دارم بهتون معرفی میکنم، بخونید حتما. و اینکه ارتباط موتیف با کهن الگو، یعنی همون بحث آرکیتایپ های در آرائه یانگ که براتون اشاره کردم، اینها چیه. ساختار اثر شامل پیرنگ، قصه و پایان بندی و اسکلت اثر هست که در واقع بافت اثر رو شامل میشه، که شامل چیا هست؟ واژه ها، نحو، زبان، موتیف ها. موتیف ها عضلات یا مایچه های یک اثر هستند. از دیدگاه یکی از نظریه پردازان در این باب، حالا داره اهمیت موتیف ها رو در اثر میگه. مثلا موتیف چه ارزشی داره در اثر؟ مثلا فکر کنید گل سرخ، گل رز، گل یا گل در شعر کهن ایران. اگه دقت کنید به طور مکرر ما در شعر دوره عراقی و بعد از اون هم مرتب گل رو داریم، مثلا در شعر حافظ. این به صورت یک موتیف گیاهی یا موتیف طبیعت تکرار میشه، در واقع به نوعی در بافت اثر تأثیر میذاره و معنی تولید میکنه، ولی خودش به عنوان یک ماهیچه یا عضله قوی در بافت اثر کمک میکنه. موتیف ها رو وقتی ارزششون رو میدونیم که بدونیم اونا رو اگه از اثر حذف کنیم چه بلایی سر اثر میاد. ولی بریم جلوتر، صبر کنیم. میگه که معانی در نظر گرفته شده برای موتیف چیا هستن؟ سرمشق، الگوهای رفتاری یا یک واحد مضمونی که در واقع چی میشه؟ تکرار میشه. همطور که خدمت عرض کردم موتیف ها در معنای مقوله جزئیاتی رو روشن میکنن. مثل چی؟ مثل طبقه اجتماعی، مثل مذهب، مثل حرفه. مثلا فکر کنید که در آثار هوشنگ مرادی کرمانی که حالا من روی این آثار کار کردم سالها پیش، در اونجا موتیف یتیم بودن خیلی تکرار میشه. یعنی یتیم بودن به عنوان یک موتیف ساختار عضلایی بیشتر آثارش قرار میگیره، مثل که عضله ماهیچه کار میکنه. و بعد ما میبینیم در خیلی از آثار دنیا که میخواد روی مخاطب تأثیر عاطفی ویژه بذاره، یعنی اسم مادرانگی رو تقویت کنه، دلسوزانگی رو تقویت کنه، از موتیف یتیم بودن استفاده میکنه به عنوان یک ماهیچه قوی. مثلا در جی.کی. رولینگ در هری پاتر یتیمه و در واقع اول به صورت نشانه‌ای ظاهر میشه، یک مفهوم نشانه‌ای، و بعد در جاهای مختلف اثر تنهایی و به اصطلاح تنها بودن یا یتیم بودن هری پاتر برای ما چی میشه؟ نشون داده میشه. گاهی ممکنه که موتیو یک ویژگی بارز باشه در یک اثر، مثلا خصیص بودن یا احساساتی بودن یه ویژگی باشه، تکرار میشه در اثر به عنوان یک موتیو یا بنمایه. ممکنه که موتیو یک واقعه باشه، همطور که براتون گفتم یک موقعیت اصلی باشه، مثل دسیسه، خیانت یا مرگ نزدیکان، یا یک موقعیتی باشه مثل عشقای سطحی یا عشقای افلاطونی یا عشقای شناخت مدار، مثلا در آثار ارمانسه. در آثار ارمانسه در واقع این موتیو در هیئت یک موقعیت اصلی، در هیئت یک موتیو شناخت مدار تکرار میشه. در بیشتر آثاری ازش که من خوندم این موتیو موقعیت شناخت مداره، یعنی مثلا در دمیان، در سیزارتا، در گلدمون نارسیس، در گرگ بیابان، در بازی مهره شیشه‌ای و همه اینها. خب موتیف ها در آثار جهان با
به فرم‌های متعددی ظاهر شدن. مثلا در ادبیات آمریکا بعضیا میگن که 4 موتیو خیلی عمده در ادبیات آمریکا ظاهر شده: یک جو به صورت یک جانور، یک رنگ، یک زندگی، یک عبارت. مثلا به صورت یک جانور در هیئت خیلی از آثار ظاهر شده، مورچه‌ها یا چیزهای نظری این به هیئت یک رنگ مثلا ظاهر شده. شیطان مثلا سفیده، یا شیطان ممکنه در خیلی از آثار قرمز باشه، یک موتیو رنگه. یا به صورت یک زندگی خاص ظاهر بشه، یا یک عبارت، مثلا عبارت مثلا چه می‌دونم همه چی هیچه، یه چیزی نظری این. یا همون عبارتی که در کتاب سلاخانه شماره 5 براتون گفتم، مرتب تکرار میشه: آری این است رسم روزگار، مرتب تکرار میشه. هر جا که یه مرگ اتفاق میفته، حتی یه سوسک میمیره، نویسنده اینو تکرارش میکنه. من اینجا یادداشت کردم که در کتاب عضو در انگلستان موتیف بیشتر به معنی درون مایه‌های تکرار شونده به کار رفته و ترکیبی از درون مایه‌ها در یک اثر. خب من اینو خودم کار کردم در صدای خط خوردن مشق، در واقع قبل از اینکه این مطلب رو بخونم، سال 80 این رو کار کردم در اثر هوشنگ مرادی کرمانی، در واقع در ترکیبی از درون مایه‌ها در یک اثر یا در کل آثار هوشنگ مرادی کرمانی، مثل ژست حیوانات، موتیو به صورت شخصیت. مثلا یکی از موتیوهایی که خیلی جلب نظر منو کرد، اون زمان من هنوز واقعا موتیو نمی‌شناختم، یعنی چی، دانشجوی فکر من سال اول دکتری بودم، روی این آثار داشتم کار میکردم، یه دفعه به یه چیزی برخورد کردم، به یک آدمک برخورد کردم در داستانهای هوشنگ مرادی کرمانی، دیدم در خیلیش تکرار شده تحت عنوان یک آدمک خمیری، که این یک حالت نشانه‌ای داره و بعد تبدیل میشه اصلا به نماد، از تک معنایی بودن فراتر میره و تبدیل میشه به یک نماد چند معنایی یا یک نشانه چند معنایی. و اونجا در کتاب صدای خلق بودن مش در مثال 80 نمونهش رو پیدا کردم و بعد وقتی بحث‌های نظریش رو جستجو کردم، دیدم که بله دقیقاً این یک موتیوه، یک بنمایه ویژه است که در اثر نویسنده به کار رفته و کارکردهای خیلی فراوانی پیدا کرده در اثر.